درود خدمت یکایک که بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما روز سه‌شنبه 17 مرداد برابر با 8 ماه آگوست. بنابر برنامه ریزی شده، امروز ششمین برنامه تحلیل و بازشناسی تاریخ زندگانی حسین ابن علی است. هدف ما از این بازشناسی این است که بدانیم شخصیت‌هایی که برای ما نقش اعتقادی بازی می‌کنند، اسطوره‌ای بازی می‌کنند، تاریخی بازی می‌کنند و بخشی از فرهنگ ما رو تشکیل میدن، تا چه اندازه منطبق هستند با اون شخصیت‌هایی که در منابع تاریخی یا منابع موجود شبیه‌سازی میشه کرد، راستی آزمایی میشه کرد، و ببینیم این اعتقادات ما تا چه اندازه درست و تا چه میزان غلط. در روزهای اخیر مصادف شدیم با داستان ترور دو شخصیتی که برای ایرانیان شخصیت‌های مبارز و برجسته‌ای بودند. یکی ترور دکتر شاپور بختیار در 15 مرداد ماه و دیگری ترور هنرمندی به نام فریدون فرخزاد. و خب این یک مسئله بسیار مهم هست که بدانیم یک حکومتی در ایران از ابزاری برای حزب مخالفین خودش استفاده میکنه. داستان حسین ابن علی به آنجا رسید که در کوفه شخصی به نام عبیدالله ابن زیاد سعی میکنه کوفه رو از دست نیروهای حسین ابن علی بیرون بکشه، در بیاره. در این میان یک اتفاقی رخ میده و آن اینکه بنابر منابع تاریخی فرصتی برای ترور عبیدالله ابن زیاد هم به وجود میاد. دوبار به جان عبیدالله سوء قصد میتوانست صورت بگیره. یکی زمانی که مسلم ابن عقیل در خانه هانی ابن عروه هست و دیگری در نخیله زمانی که داره سپاه رو جمع آوری میکنه، کسانی قصد دارن او رو ترور بکنن. بنابراین مسئله ترور که بخشش برمیگرده به داستان عاشورا و بخش دیگر به مسائل سیاسی روز و بازشناسی این فعل سیاسی یا فعل اجتماعی میتونه برای ما مهم باشه که چگونه میشه اینها رو تطبیق داد، در کنار هم قرار داد. آیا ترور یک مؤلفه اسلامی است؟ آیا ترور ابزاریست در دست حکومت‌ها برای حزب مخالفین؟ بنابراین امروز سعی خواهیم کرد این بخش رو برجسته تر بکنیم با توجه به مناسبتی هم که با مسائل روز داره و نکات و اسنادی هم که ارائه کنیم برای عزیزان بتونه مؤثر واقع بشه. هرچند معتقد هستم بحث ترور نیازمند چند جلسه تبیین هست، اما با اون اندازه که بتونه مفید فایده باشه نکاتی رو عرض خواهیم کرد. واژه ترور آنگونه که از نام او برمیاد ایجاد یک وحشت سیستماتیک هست، یک خشونت سیستماتیک که بر علیه مردم، دولتها و نیروها و گروههای معارض با ارسال یک هدف و پیام صورت میگیره. یعنی نیروهای تروریست سعی میکنن بر علیه گروههای معارض خودشون دست به اعمال یک خشونت سیستماتیک بزنن برای اینکه پیامی رو ارسال بکنن تا اون هدفشون محقق بشه. واژه ترور در زبان عرب به ارهاب ترجمه شده. ذیل اون از ارعاب هم میتوان نام برد، اما در قرآن از کلمه ارهاب استفاده شده. مثلا در آیه 60 سوره انفال که اتفاقا آرم سپاه پاسداران هم همین ارهاب رو در درون خودش داره، یعنی جایی که اشاره میکنه که نیروهای خودتون رو قدرتمند کنید تا دشمنان از شما بترسن. اما ذیل مسئله ترور با واژه‌ای مثل
فتک یا اغتیال هم روبرویم، یعنی کشتن اشخاص به شکل غافل. اما مسئله بر سر این است که ما میدانیم هر کشتنی ترور نیست. خیلی از افراد در نزاع‌های مختلفی ممکنه شخصی رو به قتل برسونن، اما ما به اون نمیگیم ترور، چون با اون تعریف ترور که به دنبال یک خشونت سیستماتیک هست که بتونه پیامی رو ارسال بکنه و هدفی رو محقق بکنه، در تضاده. یک شخصی حالا برابر یک نزاعی کسی رو کشته، و بالعکسش هم هست. یعنی ترور ما داریم که منجر به قتل نیست. مثلا گروه‌هایی میخوان بر علیه سیاست‌های حکومت یا دولت کاری رو انجام بدن، پالایشگاه نفتی رو آتش میزنن، لوله‌ای رو تخریب میکنن، پلی رو تخریب میکنن، اما انسانی کشته نمیشه. هدف این است که به حکومت پیامی بده که این اقدام شما برای ما قابل قبول نیست. بنابراین بحث ترور و قتل عموم و خصوص منوجه، یعنی از باب منطقی عموم و خصوص منوجه، یعنی بخشی از ترور میتواند منجر به کشتن بشه، اما همه کشتن ها ترور نیستن. بنابراین مسئله برمیگردد به این که ما ردپای این رفتار تروریستی رو در کجا میتوانیم پیدا بکنیم. ما وقتی به صدر اسلام نگاه بکنیم میبینیم که پیامبر اسلام بارها دستور کشتن مخالفین خود رو داده، مخالفینی که غالبا شعرا بودند و در کنار اون کسانی بودند که قصد تجهیز نیرو بر علیه پیامبر اسلام رو هم داشتن. یعنی در دسته های مختلفی پیامبر اسلام دستور ترور افراد رو هم داده، و گاهی کار تروریسم به یک شکل سیستماتیک رسید، یعنی میان اوس و خزرج رقابت شد. که حالا ما اگر در آینده بحث مفصلی در باب مسائل تروریست داشته باشه به اون خواهیم پرداخت. خب این دستور وجود داشت که شما مخالفین رو بکشید، اما مسئله برمیگردد به این که بعد از دوران پیامبر اسلام روایت هایی رو داشتیم که این روایت ها موجب می شد کمی مسئله تروریسم در اسلام دستمایه توجیهات قرار بگیره، از جمله روایت الاسلام و قید الفتح یا الایمان و قید الفتح، که در مورد داستان مسلم ابن عقیل و عبید الله بن زیاد هم همین مسئله به کار رفت، یعنی همین روایتی که مسلم به اون استناد میکنه. بنابراین مسئله برمیگردد به این که این روایت ها آیا سبب می شود که ما تروریسم رو در اسلام منتفی بدانیم، یا اینکه خیر، این روایت سبب حرمت ترور نیست، یا اون رو مقید به برخی جوانب می کنه. خب عنوان مشخصه، الاسلام و قید، یعنی بحث حرمت مطرح نیست، بحث مقید کردن مطرحه. یعنی شما باید ببینید آن شخصی که میکشید چیست، شرایط چگونه است، که ما به این مسائل خواهیم پرداخت که بتونه به ما کمک. نخست برگردیم به مسئله داستان ترور عبیدالله در خانه هانی ابن عروه، و بعد نگاهی خواهیم داشت به اندیشمندان و علمای اسلامی، به خصوص آقای آیت الله منتظری، ببینیم ایشان که از اون آخوندکوبه های این رژیم هست نظرش چیست. دیگه شما مش نمونه خروار رو به راحتی میتونید از دل اندیشه های این افراد بیرون بیارید. خب اولی روایت یا شهر مفصل اون رو طبری آورده که وقتی عبید الله وارد کوفه شد، دید که خب شریک ابن عور، یکی از اون یاران او که همراه او از بصره آمد، بیمار شد. او به خانه هانی ابن عروه رفت. هانی ابن عروه از بزرگان مزهج بود، کسی که به مسلم هم پناه داده بود، و عبید الله هم خب به دنبال این بود که از شریک یا شریک ابن عور بازدید بکنه. در این میانه یک هماهنگی صورت میگیره بین این ستن که اگر عبید الله وارد شد، مسلم ابن عقیل او رو با شمشیر بکشه، ترور بکنه. اما ظاهرا مسئله برمیگرده به این که در این میانه هانی ابن عروه از این داستان رضایت نداشت، چون در خانه او بوده. اینجا در بحث فتک و اختیال ما بون خواهیم پرداخت، و هانی ابن عروه یکی از کسانی بود که با پدر عبیدالله یعنی زیاد ابن ابی روابط نزدیک داشت، دوستی داشت. طبری آورده که یکی از اون دلایلی که سبب شد مسلم ابن عقیل شخص عبیدالله رو نکشه،
همین روایت بود که اشاره کرد الاسلام و قید الفتک، و از آن طرف هم اشاره کرده بود که خوبانی در واقع دوست نداشت که عبیدالله در خانه او پشته بشه. ببینیم طبری چه آورده در صفحه 2939. خانی گفت به خدا اگر او را کشته بودی فاسق بدکاره ای را کشته بودی، ولی خوش نداشتم در خانه من کشته شود. بنابراین اینجا یک نکته رو طبری برای ما روشن میکنه، و آن اینکه وقتی میگه الاسلام و قید الفتک، یعنی شما یک مسلمان رو نباید بکشید، وگرنه اگر فاسق و بدکاره باشه هیچ اشکالی نداره که شما او رو ترور بکنید. و دوم اینکه در خانه من نباشم، یعنی این ملاحظات سبب شد که مسلم ابن عقید دست به ترور او نزنه. همین نقل رو به نحوی ابو حنیفه در اخبار الطوال آورده و اشاره میکنه که وقتی این خبر مثلا به شخص عبیدالله داد که شرک بیماره و اوم آمد، توقع این بود که مسلم دست به قتل بزنه ولی نزد. حالا جواب مسلم به شرک هست که وقتی شریک ابن عور بهش گفت خب تو چرا نکردی، حالا مسلم پاسخ میده: دو چیز مانع من شد، نخست اینکه هانی خوش نمی داشت مسلم در خانه او کشته شود، دیگر این سخن رسول خدا که فرموده است ایمان موجب خودداری از غافل کشی است و مؤمن کسی را غافل نمی کند و ناگهان نمی کشد. و بعد ادامه میده که شریک ابن اعور هم چند روز بعد فوت کرد. در صفحه 283 آقای ناصر مکارم شیرازی در شرح نهج البلاغه سعی میکنه این روایت الاسلام و قید الفتح یا برخی روایت ها الایمان و قید الفتح رو بیاره، اما به یک نکته اشاره بکنه که برای ورود به دیدگاه آیت الله منتظری اهمیت داره، و آن اینکه ایشون در پاورقی کتاب خودش در شماره 4 در صفحه 457 جلد دوم پیام امیرالمؤمنین در شرح نهج البلاغه ایشون داره اظهار نظر رو: ایمان کشتن غافلگیرانه داخل پرانتز ترور را ممنوع کرده است. هرچند ما عرض کردیم ترور یک عنوان عامه، غافل کشتن میشه فتک یا اختیار، و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهند. این در واقع یک اصل است و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناءهای محدود و معدود داشته باشند. یعنی آقای مکارم دقیقا حرفی رو میزنه که من درس کردم، یعنی ما حرمت نداریم، یک قیدی داره، یه اصلی است اما استثناءاتی هم داره، و ما زمانی که تشخیص بدیم رفتار تروریستی میتواند صورت بگیره دست به ترور افراد هم میزنیم. اما برگردیم به اصل داستان، و اونی که آقای آیت الله منتظری کتابی داره به نام حکومت دینی و حقوق انسان. ایشان در یک سوالی که ازشون میشه و بحث ترور و اینها مطرح میشه، سعی میکنه نکاتی رو بگه که من خلاصه اون رو که یادداشت کردم عرض میکنم. ایشون نخست معنای لغوی فتک و اختیال رو ذکر میکنه، یعنی در اون روایت وقتی صحبت از فتک هست، آقای منتظری داره بین فتک و اختیال که هر دو غافل کشی است یه تمایزی میذاره. ایشون میگه تفاوت فتک و اختیال که هر دو به معنای حمله ناگهانی و غافلگیرانه به شخص است، در فتک نوعی تأمین به فرد مورد فتک وجود دارد. میگه یعنی ما به کسی که امان دادیم که به نزد ما بیاد یا در خانه ما هست، ما حق کشتن او رو ندادیم، این میشه فتک، و فتک مورد غیر اون بحث استثناء قرار گرفته. اما اختیال یه همچین وضعیتی نداره. اختیال یعنی که ما به شخص امان ندادیم و خیلی راحت میتونیم او رو بکشیم، ولی اختیال از این نظر اعم است. و بعد ادامه میده: فتک بیشتر در مواردی استعمال شده که تأمین در کار بوده است، مثلا در، حالا ادامه میده، ملاقاتی که معاویه میکنه با عایشه و افراد دیگر، این نمونه ها رو میاره که کسانی که در امن هستن فتک برای اونها نمیتونه وجود داشته باشه، ولی اختیال معنا نداره، میتونه وجود داشته باشه.
نکته جالبتر این سخنان این است که ایشان اشاره میکنه فتک و اختیال زمانی معنا داره که شخص خونش محقون باشه نه محدور. اگه شخصی خونش محدور و دمه دیگه اصلا بحث فتک و اختیال نیست، او اصلا واجبه که کشتنش. اول یک لیستی تهیه میکنه از کسانی که میشه اونا رو به راحتی کشت و اصلا نگران فتک و اختیال هم نبود. حالا نام ها رو اشاره میکنه کسانی که در این مسئله هستن. اسباب محدور و دم بودن عبارتند از: یک، سب پیامبر اکرم صلی الله و حضرت فاطمه و ائمه معصومین. اینا دیگه اصلا بحث فتک معنا نداره، هر کجا دیدی میتونی بکشیدشون، اصلا اهمیت نداره. دوم، مرتد فطری که البته مرد باشه. سوم، محارب. چهارم، باغی، یعنی کسی که بر علیه حکومت با شمشیر قیام میکنه. پنج، جاسوس. شش، ناسبی، یعنی کسی که ائمه رو قبول نداره، به اونها دشنام میده، بر پیروانش سخت میگیره و حالا شرایطی داره. هفت، کافر حربی یا کافر ذمی یا مستأمن یا معاهد که نقض ذمه و عهد و شرایط امان کرده. هشت، قاتلی که قتل او در دادگاه صالح ثابت شده. بنابراین ایشان چه میگه؟ سخنش این است که ما اگر کسانی رو میکشیم یا ترور میکنیم، اینا محارب با حکومت هستند، محارب با خدا هستند. و اینها رو اصلا نباید ترور در نظر بگیری، اینا واجب القتل هستند، اینا محدور و دم هستند. بنابراین شما اگر به سراغ کشتن افراد میری، مسئله فتک باید زمانی باشه که در اون ایمانش، در اون اعتقادش کمی شک و شبهه باشه. مسئله اساسی برمیگرده به این که ما وقتی به تاریخ شیعه نگاه میکنیم، امامان شیعه هم دستور ترور دادن، دستور ترور مخالفین رو دادن. شما الان دکتر شاپور بختیار رو در نظر بگیرید. خب از نظر جمهوری اسلامی دکتر شاپور بختیار محارب با حکومته، به دنبال براندازی حکومته، یعنی برای اونها ریختن خون دکتر شاپور بختیار اساسا حل شده است، چون او محدور و دمه. اینا ترور رو فقط برای کسانی میدونن که حالا مثلا با خودشونن، از خودشونن، قصد جنگ ندارن، ولی یه سری کارهایی هم انجام میدن که نبودش بهتر از بود اونهاست، بنابراین اونها رو حذف میکنن. ما داریم دیگه در درون جمهوری اسلامی، مثلا ترور حجاریان، سعید حجاریان رو ترور کرد، یا برخی از اون قطعهای زنجیره‌ای و ترورها برای کسانی بود که روزنامه نگارن، نویسندن، حالا دیدگاهی دارن، افرادی رو میفرستادن پیش آیت الله ها که آقا ما دستور قتل اینها رو داریم، میتونیم اینها رو انجام بدیم یا نه، و طرف هم میگو بله برید بکشید. شما نمونه فدایان اسلام رو دارید، کسانی که در زمان رژیم گذشته احمد کسروی رو ترور کردن، چند نخست وزیر رو ترور کردن، یک دکتر رو، آقای سلیمان برجیس یه دکتری بود که مردم رو درمان میکرد در کاشان و مناطق دیگر، با 80-90 ضربه او رو کشتن. که چه بهایی است، ترویج بهاییت میکنه و داستان ها از این است. یعنی کسی نمیگه آقای دکتر سلیمان برجیس محاربه، نه، در کار خودشون، منتها چون یه وجاهتی داره در بین جامعه، یه مقبولیتی داره، ما از علما فتوا میگیریم و این کار رو میکنیم. حالا نکته جالبتر این که من در این سندی که خواندم یه نکته ای هست در مورد فدایان اسلام که بد نیست این رو بخوانم، چون بحث فدایان رو من مطرح کردم. آقای هادی خسروشاهی چند کتاب داره در مورد مسائل فقهی و از جمله مسائل مربوط به فدایان اسلام. ایشون نظر مجتبی نواب صفوی رو میاره، خیلی نکته جالبی است که شما برای شناخت این گروه های تروریستی بد نیست اینا رو بدونید. یعنی من همیشه نقدی که به اپوزیسیون دارم اینه که اینها برای مبارزه با جمهوری اسلامی شناختی از ایدئولوژیشون ندارن، از ابزارهاشون ندارن.
شما وقتی میخواید با یه حکومتی مبارزه بکنید، شرط اول اینه که ویژگی های اون حکومت رو بشناسید، نقاط قوتش و ضعفش و ابزارهاش و اهدافش رو. چون بسیاری از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هنوز اون تعلقات ایدئولوژیک رو دارن، براشون نوعی خط قرمزه که بخوان اینها رو مطرح بکنن که آقا اینها این ایدئولوژی رو دارن و خیلی راحت ازش استفاده میکنن. برای همین با یک چشم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، با اون چشمی است که خودشون از جهان غرب دارن، مناسبات غرب. ما یادشون رفته جمهوری اسلامی ابزارهایی داره که با اون سعی میکنه اپوزیسیون رو مهار بکنه، ضربه بزنه، نیروهای مؤثر رو حذف کنه، از نیروهایی که خاصیتی هم ندارن حمایت بکنه. افرادی که 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله هیچ کاری نکردن، از اینا هم جمهوری اسلامی حمایت میکنه. اخیرا در فضاهای کلاب هاوس و جای دیگه دیدیم نیروهای امنیتی شروع کردن از حمایت از یه آقایی. چرا؟ چون دیدن آقا این آقا 50 سال هیچ کار نکرده، میگن خب حالا از این حمایت بکنیم، بریم نیروهای مؤثر رو بزنیم، نیروهایی که کار عملی میکنن، کار فکری میکنن. اما یه آقایی نه کار فکری میکنه نه کار عملی میکنه، اون مهم نیست. زدن دکتر شاپور بختیارها، زدن فریدون فرخزادها و گروه های دیگر در همین راستاست. یعنی اونها نیروهای مؤثر رو هدف قرار میدن. آقای سید مجتبی نواب صفوی یه دیدگاهی داره. آقای سید هادی خسروشاهی این رو آورده. بعد نیست این رو بخونیم، بعد برگردیم به ادامه داستان. چون بخشای عظیمی از ترورهای زمان رژیم گذشته رو همین فدایان اسلام انجام میدادن، همین اسلام گرایان انجام میدادن. کار به حزب نخست وزیر هم کشید. و افرادی هم مثل طالقانی ها از این آقا حمایت میکردن. بعد از برخی از ترورها همین آقای مجتبی نواب صفوی به خانه آیت الله طالقانی میره، همون طالقانی که الان برخی از این گروه های پدر طالقانی میکنن. کنه تفکرشون همین یکسانه. زمانی هم این گروه ها قبل از انقلاب شروع میکردن مستشار آمریکایی ترور کردن، مردم رو در خیابان ترور کردن، چون براشون توجیه شده این ابزارها. آی صفوی چه میگه؟ نواب صفوی میگه دین و ناموس یعنی اعتقاد و ایمان و عفت بشر که فوق هر چیزیست، از نظر ارزش و اهمیت در درجه اولا و جان و حیات انسان در مرتبه ثانی. یعنی میگه دین و اعتقاد دینی در درجه اوله، جان انسان در مرتبه دومه، و مال و ثروت رتبه سوم را حائز است. پس دفاع از ضروریات و مسلمات دین مقدس اسلام جزء ضروریات احکام اسلامی است که احتیاج به تقلید نداشته باشد، و تشخیص هجوم و نحوه دفاع در برابر آن چون از شبهات موضوعی است با شخص مسلمان آگاه و مطلع است. منظورش چیه؟ نواب صفوی میگه دین از جان و جان از مال مهمتر. وقتی دین مهمتر از جانه، یعنی اینکه من برای دین میتونم جان رو بگیرم از مردم. و این دین احکام و مسلماتی داره که ضروریات دینه، و اگر کسی به اون خدشه وارد بکنه، یک عالمی که آخونده آگاه و مطلع هست میتونه خودسر اقدام بکنه، چون وظیفه شرعیشه. این سخنش البته منطبق با برخی روایات هست در برخی از جنبه ها که اگر سب نبی رو دیدید، سب امامان رو دیدید و اینها، میتونید بکشید شخص رو، نیاز به اذن امام هم نداره، هرچند اختلافی است. ولی نواب صفوی در اینجا اشاره میکنه که آقا من خودم مطلعم، اصلا نیاز به جواز از کسی ندارم. کشتن افراد جزء ضروریات، یعنی کسانی که حمله میکنن به دین اسلام، و چون دین مهمه ما حق سود کشتن اونها رو داریم، و دیدید که شخصی مثل احمد کسروی رو با همین دیدگاه ها کشتن، و متاسفانه رژیم گذشته هم در این راه همکاری کرد. یعنی دستگاه عدلیه از احمد کسروی شکایت میکنه و بعد او رو به صحن دادگاه میکشونن، کارهای تأمینی و
امنیتی او رو به عهده نمیگیرن و خیلی راحت در صحن علنی دادگاه او رو میکشن. و بعد هم به واسطه نامه هایی که مراجع تقلید میدن و گروه های دیگه، این افراد هم آزاد میشن و این فاجعه است. روشن فکران و صاحبان اندیشه توسط بنیادگرایان اسلامی، روحانیون و فقها کشته میشن. حکومتی که به دنبال حرکت به سوی تمدن بزرگه، به جای حفاظت از روشن فکران از آخوندها حمایت میکنه. همین فشارها را آوردن همین فلسفی ها و دیگران که آقا اینا بهایی هستن، باید بریم گنبد حضرت القدس رو خراب کنیم. در سال 33-34 خراب کردن گنبد حضرت القدس بهاییان. حکومتی ادعاش حرکت به سوی تمدن بزرگه، اما از کسانی که بر علیه تمدن فعالیت میکنن حمایت میکنن. تمدن بزرگ نشدنی است مگر در یک فضایی که روشن فکران و اندیشمندان بتوانند به خصوص اعتقادات واپسگرا رو به چالش بکشن. در زمان رژیم گذشته به ناصر مکارم شیرازی که خواندم اینجا مطلبش رو، جایزه دادن به خاطر کتاب فیلسوف نما. یعنی ایشان آمده بود به عنوان کسانی که حالا صاحبان اندیشه هستند رو، حالا چپی ها بودن بیشتر، تحت عنوان فیلسوف نماها به نقد و چالش کشیده بود، دربار به اینها جایزه داد. فاجعه است، نمیدونم واقعا چه باید گفت. ابزارهای رسیدن به تمدن بزرگ حمایت از صاحبان فکره، نه روحانیت واپسگرا. با کوچکترین فتواهای روحانیت میبستن، میزدن، میگرفتن، اما روحانیت آزاد، شریعتی آزاد بود. همین آقای طالقانی رو که خواندیم، میبردن اینا رو زندان، نه اینکه نبرن زندان، اما بسیار بسیار متساهل با اینا برخورد میکرد. گاهی هم با توصیه آقای بروجردی و اون یکی آخوند و اون یکی مرجع تقلید، به هر حال با عذر و فلان بفرمایید برید تشریف ببرید. بنابراین میبینید که یک چنین فضایی فراهم هست و روحانیت برای ارعاب سعی میکنه دست به ترور بزنه، حتی نخست وزیران رو هم ترور میکنه. اما سوابق این موضوع در جهان تشیع وجود داشته، مختص آخوندها نیست که تروریست با آخوند آمده باشد. این یک ردگمکنی است، این مغالطه عدم تعرض به اصوله که ما فکر میکنیم ترور با جمهوری اسلامی ایجاد شد. نه، عرض کردیم فدایان اسلام اون زمان این کارا رو میکردن، قبل از اون هم وجود داشته. حالا به دو سه نمونه اشاره خواهیم کرد. در جهان تشیع ما میبینیم که مسئله ترور مخالفان در سیره و سنت امامان هم وجود داره. از جمله اونها امام هادی است که دستور ترور فارس ابن حاتم قزوینی رو میده. حالا داستان خیلی مفصله، من خیلی خلاصه عرض میکنم. در زمان امام هادی که البته قبل از اون نظام وکالت شکل گرفته بود، یعنی این امامان افرادی رو تعیین میکردن به عنوان نماینده که عنوان امین من آل من مال الله داشتن، اینا امین خمس بودن، به مناطق مختلف شیعه میرفتن، شیعه نشین بودن، شهرهای مختلف، که شما این وجوهات رو از مردم دریافت بکنید و به ما برسونید، حالا در مدینه، سامرا، در جاهای دیگه‌ای که این امامان بودن. آرام آرام این وکلا تبدیل شدن به چهره های شاخص در میان مردم. بعد به شکل این شرکت های هرمی، هر کدوم هم در هر مجموعه که کار میکردن در یک شهری، یک وکیل سرشاخه ای داشتن که این وجوهات رو به اون شخص میرساندن، او همین وجوهات رو جمع میکرد و به وکیل بالادستی خودش میداد تا میرسید به دست امام. یکی از این وکلای شاخص که سرشاخه بود در مناطق جبال و ری و جاهای دیگه، سرشاخه وکلای زیر مجموعش بود، شخصی بود به نام فارس ابن حاتم قزوینی که مورد وثوق امام هادی بود. بین این شخص یعنی فارس ابن حاتم با علی ابن جعفر همانی یک درگیری رخ میده، یعنی دو تا از این وکلا یک درگیری لفظی پیدا میکنند و مسائلی از این دست، نزاع به نزد امام هادی میره. امام هادی به نفع علی ابن جعفر همانی رأی میده. فارس ابن حاتم ناراحت میشه از این رأی امام
بنابراین سعی میکنه اون وجوهاتی رو که میگرفته دیگه به امام نده، مال خودش باشه. امام هادی سعی میکنه اول با او مدارا بکنه، کمی صحبت بکنه، ولی میبینه نه، داستان حل نمیشه و او هم برای خودش این دکان رو ادامه میده. لذا دستور ترور این شخص رو میده و میگه آقا این آدم فاسد شده، به نام ما دست به سری کارها میزنه، باید او رو برداشت. یک شخصی به نام ابن جنید داوطلب این کار میشه، به نزد امام میاد، میگه آقا من شمشیری تهیه کردم و میخوام این شروع بکشم. جالب این هست که امام هادی به او میگوید که نه، با شمشیر این کار رو نکن، بلکه برو و با ساطور او رو بکش، چون برای شمشیر بزرگه، قابل رویته و جانت به خطر میفته، ولی اگر بروی و با ساطور او رو بکشی، این شانس وجود داره که این ساطور رو جای پرت بکنی و به هر حال نجات پیدا بکنی. و او هم حرکت میکنه و فارس بن حاتم رو بعد از نماز، زمانی که از مسجد بیرون میاد، میزنه و با ساطور میکشه، که بعدا هم در زمان امام عسکری این کار رو انجام داد و از مستمری و حقوق هم بهره مند بود. همون چیزی که شما دیدید، این تروریست های جمهوری اسلامی وقتی میان و ترور میکنن، وقتی برمیگردن با گل و شیرینی و بعد از اونها قهرمان میسازند، و این داستان ها همش ریشه هاش همیناست. یعنی اگر ندانید فکر میکنید اینا جمهوری اسلامی درست کرده، نه، اینا از قبل درست شده و جمهوری اسلامی از اونها بهره برداری میکنه به عنوان بخشی از ابزارهای ایدئولوژیک خودش. همین مسئله در مورد امامان دیگر هم هست. حالا اجازه بدید ما بخوانیم از محمد ابن عمر کشی، از کتاب رجال او، که از بزرگترین علمای شیعه هست در باب علم رجال، این مسئله رو آورده. اما نکته جالب این هست که من سعی میکنم این رو از کتاب های عاملی به عنوان دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار متون اسلامی که ترجمه آقای باقر مهیاری هست بخوانم. این کتاب در دانشگاه امام حسین درس داده میشه، یعنی همون دانشگاهی مربوط به نیروهای سپاه و گروه های دیگر. یعنی اینا خودشون خوب بلدن اینها رو بخوانن و به کار بگیرن، به نیروهای تحت امرشون. ببینیم این داستان چیست. در زمان امام هادی، قتل فارس بن حاتم قزوینی. در این کتاب آمده امام هادی علیه السلام فرمان قتل فارس بن حاتم قزوینی را صادر کرد و بهشت را برای کسی که او را به قتل برساند ضمانت کرد. دیدید روح الله خمینی وقتی فتوای قتل سلمان رشدی رو میده، اشاره میکنه که بر هر مسلمانی واجب او رو بکشه و اگر هم در این راه کشته بشه شهیده. خب شهید هم میره بهشت. امام هم اینجا داره میگه بله، من بهش رو تضمین میکنم برای کسی که این کار رو انجام بده. و جنید نیز فارس را به قتل رساند. منظورش هم ابن جنید است که من عرض کردم. فارس شخصی حیلگر بود که مردم را میفریفت و آنها را به بدعت دعوت میکرد. امام هادی درباره او فرمود فارس که خدا او را لعنت کند، با استفاده از نام من مردم را میفریبد و به بدعت فرا میخواند. قتل او بر هر کسی که او را بکشد جایز است. هر کس مرا شاد و آسوده کند و او را به قتل برساند، من ضمانت می کنم که خدا او را به بهشت می برد. بعد از این در زمان امام جواد هم همین داستان ها رخ داد. اسحاق انباری می گوید امام جواد به من فرمود این چه کاری است که ابوالسمحری که خدا لعنتش کند انجام می دهد. اینا هم وکلای امام دیگری هستن، یعنی این وکلا بعد از یک مدتی بر علیه اون امامان سعی میکردن اقدام کنن، اموال رو به نفع خودشون بگیرن یا کارهای دیگری بکنن، یا مردم رو دعوت بکنن به اینکه آقا این تعالیمی که اینها میدن درست نیست، و این امامان هم سعی میکردن دست به حزب اونها بزنن به عنوان اهل بدعت، مرتد، اهل کفر. اسحاق انباری داره اشاره میکنه که امام جواد به من گفتش که آقا این چه کاری که این آقای ابوالسمحری انجام میده و ما را تکذیب میکند. او ادعا میکند که خودش و ابن ابی زرقا برای ما تبلیغ میکند. من شما را شاهد میگیرم
که من آنها را به سوی خدا تبری می جویم که من از آنها به سوی خدا تبری می جویم. آن دو فریبکار و ملعونند. ای اسحاق، مسئول اسحاق انباریست، ما را از شر آنها راحت کن. خدای عزوجل با بردن تو به بهشت به تو آرامش می دهد. ببینید، در بحث تروریسم که ما در آینده خواهیم داشت، یکی از کارهایی که ایدئولوگ های انجام امور تروریستی میدن همینه، یعنی سعی کنن عملگرایی یک شخص رو در کنار پاداش به کار بگیرن. حالا بخشی پاداش مالیه که اگر شما آقای فلانی رو کشتید به شما فلان چیز رو خواهیم داد، بخشیش هم مسائل مربوط به امور اخروی است که نزد یک مؤمن اهمیت داره. یعنی شما دیدید جوایزی که تعیین میکنن برای اینکه اگر کسی مثلا سلمان رشدی رو کشت، بنیاد فلان چند میلیون دلار پول میده. این کارهایی است که سبب تشویق افراد میشه. حتی گاهی هم تروریست استخدام میکنن. زمانی خلخالی میخواستن این کارا رو بکنه، تروریست استخدام کنه و نیروهای معارض رژیم رو در خارج ترور بکنه، و بعد شروع کردن از لبنانی ها از گروه های دیگه استفاده کردن. آقای انیس نقاش و نمیدونم اینها رو به خدمت گرفتن که شما برید بکشید، و امروز هم دارن همین کارا رو میکنن. دیگه آدم های خودشون رو نمیفرستن، از کارتل های مختلف قاچاق و مواد مخدر و گروه های دیگه استفاده میکنن برای پیشبر مقاصدشون، چون راحت تر فرار کردن. هرچند دیگه کارها وقتی سازمانی بشه، دیگه سفارتخونه هاشون هم مسئول هماهنگی هستن. همین اخیرا هم دیدیم در اروپا کسانی که مشخص شد دست به اقدامات تروریستی میزنن، برنامه‌ریزی میکنن. امام جواد هم داره به ابو اسحاق اینو میگه، اسحاق انباری، که اگر تو این کارو بکنی من بهشت رو برای تضمین میکنم. عرض کردم فدای تو شوم، کشتن آنها بر من حلال است. فرمود آن دو فریبکارند و مردم را فریب میدهند و زندگی من و دوستانم را در معرض خطر قرار میدهند. اینم کسانی بودن که مدعی بودن که آقا این امام این وجوهاتی که میگیره درست نیست، و حالا به هر حال دیدگاهی داشتن. ایشون میگه اینا امنیت منو به هم میزنن، لذا خون آنها بر مسلمین حلال است. او را نبایستی در ملأ عام به قتل برسانی، زیرا اسلام آدم کشی در ملأ عام را نمیپذیرد. اینجا اون بحث فتکه. آقای منتظری اشاره میکنه فتک یک کاری است که شما در ملأ عام انجام بدید، اما اغتیال یک نوع خفا هست، در خفیه شما میرید و کسی رو میکشید در خفا. بنابراین دو واژه فتک و اغتیال رو شما میبینید در اونجا که وقتی میگه الاسلام قید الفتک، یعنی یه بخشش اینه که امان نداده باشید، یه بخشش هم اینه که اگر احساس کنید این کشتن شما سبب دستگیریتون میشه و دچار مشکل میشید، اون کار انجام ندید، در یک محیط مناسب این کار رو بکنید. بنابراین اقتیال از نظر اینا اشکالی نداره. برای همینه که در اون روایت الاسلام و قید الفتک انتهاش اشاره میکنه علیکم به اقتیال، بر شما باشد که با اقتیال بکشید. نمایندگان اسلامگرا در این فضاها وقتی حاضر میشن میگن آقا اسلام که ترور رو منع کرده، بفرمایید الاسلام و قید الفتک. بنابراین کاری که جمهوری اسلامی انجام میده کار فقهی نیست، کار فقهی خودشونه، درست نیست، کار اسلامی نیست. اگر اسلام شناس باشی مسائل فقهی اینا رو بدانی، متوجه خواهی شد که اولا اون قاعده یا اون روایت الاسلام و قید الفتح، قید به معنای حرمت نیست. یک. دومنم ما در کنار فتح اقتیال هم داریم که اون یکی مقید نشده، اون آزاده. و سومن ادامه همین روایت الاسلام و قید الفتح وقتی در مورد امام صحبت میکنه که در حالا بهار الانبار و دیگر مجلدات دیگر آمده، در انتهاش میگه علیکم به اقتیال. یعنی این دوستان بنیادگرای اسلامی که میخوان
اسلام رو خوشنما نشان بدن، اگر در برابر کسانی قرار بگیرن که همین منابع رو مطالعه کردن، متوجه میشن که دیگه نمیشه از این بازی ها انجام داد بر سر منبر یا رسانه، مخاطب رو فریب داد. نه، اگر هم فتح مقید شده، اختیال آزاده. همین دلیلی که امام داره دستور میده علیکم به اختیار. حالا دقت کنید، داستان جالب تر. ایشان میگه این دو فریبکارن و برای ما زندگی رو سخت کرد، لذا خون آنها بر مسلمین حلال است. او را نبایستی در ملأ عام به قتل برسانی، زیرا اسلام آدم کشی در ملأ عام را نمیپذیرد و اگر او را به صورت آشکار بکشی، ترحم و دلسوزی ایجاد میشود و از تو سوال میکنند چرا او را کشتی و تو نمیتوانی دلیل موجهی ارائه کنی. خیلی جالبه. یعنی اگه بری دادگاه نمیتونی دلیل درستی بیاری که آقا چرا اینو کشتی، چون یه مسئله شخصی است. من با اون آقا مشکل دارم، به پیرو خودم دستور میدم که تو برو اون آقا را حذف. کشتن یک انسان باید مبتنی بر دلیل باشه، حکم شرعی باشه. شما به عنوان امام چی کاری که دستور قتل دیگران رو میدی، فتوای قتل میدی؟ این با کدوم یک از قوانین سازگاری داره؟ حالا اون جنبه شرعیش امروز قوانین بین المللی است. شما دیدید وقتی روح الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو داد، یه کارزاری را افتاد، کشورهای اعتراض کردن که آقا این چه داستانی است، مگه میشه شما دستور قتل نویسنده رو بدید اونم به شکل ملأ عام؟ جمهوری اسلامی از همین ترفندها استفاده کرد، گفت آقا این نظر شخصی این آقاست، نظر دولت نیست، نظر حکومت نیست. ایشون در مقام صاحب فتوا یه فتوایی داده. ما دولت ما تو این زمینه دخالت نداره. چرا؟ چون میخواست فرار کنه از اون مسئولیت. هرچند بعدها دیدید نمایندگان جمهوری اسلامی در کشور دیگر صحبت از آزاد بودن این حکم و فتوا و درستی اون دادن. اخیرا هم یک فایل صوتی بیرون آمد از سید احمد خمینی که به صراحت اشاره میکرد که آقا شما برید این سفارتخونه ها رو آتش بزنید. چرا فتوای امام روی زمین مانده؟ در برابر سفارتخونه ها دست به شورش بزنید، قیام بکنید، این فتوا نباید زمین بمانه. اگر نگاه بکنید با اون کتاب آیات شیطانی، چیز خاصی هم نبود، یه رمان خیلی ساده ای، در حالی که خیلی نقد های خیلی تندتری هم به اسلام داشتن، تو جنبه سیاسی داشت. اما اهمیت فتوا در این است که ما باید کارمون رو انجام بدیم. خب امام اینجا به اون میگه که اگر تو اون رو بکشی، ازت سوال میکنن که چرا کشتی، خب تو جوابی ندادی، بنابراین جانت هم میگیره. یعنی شخص محدور الدم نبود از نظر عموم مردم و قادر نیستی حجتی بیاوری تا از خود دفاع کنی و خون مؤمنی از دوستان ما به خاطر یک فرد کافر ریخته می شود. پس باید مخفیانه اقدام به کشتن کنی. این همون مسئله اقتیالی است که عرض کردم. در کنار این مسئله امامان دیگری را هم داریم که باز هم دستور ترور دادن، از جمله اشخاصی که دستور ترور اونها آمد، علی ابن حسکه توسط امام هادی است. ببینیم ایشون چه میگه در مورد فتوای ترور علی ابن حسکه. اینا همه مخالفین امامان بودن. این امامان که خب حکومت نداشتن اما از حق فتوا استفاده میکردن، به نوعی دستور ترور میدادن. حالا فرض کنید این امامان حکومت هم به دست بگیرن، هم ابزار مالی دارن، هم ابزار حقوقیشو دارن، هم دیگه رسانه ها رو دارن، خیلی راحت برنامه‌ریزی میکنن برای ترور. فش نیایید بگید جمهوری اسلامی مثلا یک نظام غیر اسلامی است. نه، امامان شیعه بنابر اسناده، اینا همه مطالبی است که ما با اسناد داریم ارائه میکنیم. اینا در رجال کشی آمده که من حالا شرح و بستش رو در برنامه مربوط به ترور عرض خواهم کرد. فقط آدرسی که عزیزانی که میخوان مطالعه بکنن رو من عرض کنم، در رجال کشی داستان ترور علی ابن حسکه در صفحات 367 تا 370 آمده، در مورد قتل فارس ابن حاتم در صفحه 372 و در مورد ابو سمحری که باز خواندیم در صفحه 375 به شکل مفصل آمده که بعدا خواهیم خواند. بنابراین با اسناد باید صحبت کرد.
بس خب با بغض نسبت به کسی نیست، بس بس شناخت ایدئولوژی هاست، شناخت افکار. بنابراین اگر این امامان قدرت داشتن، تشکیل حکومت میدادن، طبیعیه که همین ها رو هم حالا در سطح کلان اون انجام میدادن. یکی امامی میگه جوری بکش که یکی از یاران ما به دست اونا نیفته، امروز اگر فرصت بشه سعی میکنن از گروه های دیگری استفاده کنن، از گروه های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر که برای پول کار میکنن. دیگه نیاز نیست ما عناصر مخلص و سربازان گمنام امام زمان رو به کشتن بدیم، دستگیرشون بکنن، سفیرمون رو بگیرن، وزیرمون رو بگیرن، بلکه دیگه تجربه شده براشون دیگه، اون در داستانهای ترور در بوئنوس آیرس و جاهای دیگه، خب سران نظام مشارکت داشتن، دستور قتل دادن. جمهوری اسلامی احساس کرد که خب اینجوری دیگه ما جایی نخواهیم داشت، بیایم از گروه های دیگری استفاده بکنیم که رد پای از ما حداقل نمونه و سعی بکنیم نیروهای مخلص خودمون رو از این داستان ها بیرون بکشیم. آمدن و تغییر رویه دادن، روششون رو بر روی لبنانی ها گروه های دیگر بردن که اونها بتونن این کارا رو بکنن. امروز هم از گروه های گنگستری و نیروهای مربوط به حالا اون قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان و گروه های دیگه استفاده میکنن. خب ببینیم دستور ترور علی ابن حسکه رو چگونه میده ایشون. نامه می نویسن که آقا این علی ابن حسکه داره دست به این کارا میزنه و اینا، چیکارش بکنیم؟ خداوند آنها را دچار دشوارترین گرفتاری ها نماید. اگر یکی از آنها را در خلوت یافتی سرش را با سنگ نرم کن. که این رو در اختیار معرفت الرجال در صفحه 518 هم آمده. جالب اینه که آقای مکارم شیرازی هم در سایت خودش همین داستان را آورده، یعنی امام در پاسخ نامه دوستان خودش میگه اگر گیر آوردید یکی از این دوستان علی ابن حسکر رو، سرش رو با سنگ نرم کنید، یعنی بشکنید، خوردش بکنید سرش رو، منظور بکشیدش. خب همین رو میبینیم که حسن عسکری هم دستور ترور فهری و حسن ابن محمد قومی رو هم صادر میکنه. بنابراین مسئله این است که ترور یکی از شیوه هایی بوده که در صدر اسلام توسط پیامبر اسلام در حزب مخالفین استفاده شد. شیعیان کوفه هم به مسلم همین پیشنهاد رو میکنن که عبیدالله رو بکش، اما مسلم به دلیلی که نخست اون بحث فتح که مطرح شد که خب هانی ابن عروه اولا عبیدالله رو به خانه خودش راه داده بود، نوعی امان داده، و از طرفی هم علاقه نداشته که در خانه او عبیدالله کشته بشه چون مسئولیت سنگینی به پای او بود، در نتیجه از این دستور ترور صرف نظر کرده. نه اینکه ترور در اسلام وجود ندارد، نه، شرایطی سبب شد که دیگه مسلم وارد اون کار نشه. بعد از دوران مسلم ما میبینیم امامان شیعه که بنابر مشکلات مالی که با وکلاشون داشتن با گروه های دیگر داشتن، دستور ترور مخالفین خودشون رو دادن. خب این یک روشی شد در فرهنگ سیاسی اینها جا گرفت. در درون یک حکومت دینی این نحوه سیاست ورزی، این ابزارها روش هاست برای اینکه شما حکومتتون رو به قدرت برسونید. وقتی هم که به قدرت رساندید اون رو تثبیت بکنید. و این روش رو از امامان خودشون و گروه های دیگر گرفتن. فتوای قتل بر علیه نویسندگان، گروه های سیاسی، شخصیت هایی که از اونها احساس خطر میشه، نیروهای فکری صادر میشه. اپوزیسیون ما تا زمانی که متوجه بشه داستان از چه قراری است و بعد کشورهای دیگر سعی بکنن این موضوع رو بفهمن، کلی زمان برد. امروز هم دیدید اخیراً در انگلستان بحث‌های مطرح شد که سپاه پاسداران چندین برنامه برای ترور رو بودن و کشتن افراد در نظر داره، چون اساس حکومت‌های استبدادی این گونه است. خطر نیروهای استبدادی برای این است که هیچ وقت حاضر نیستن کسی رو در قدرت سهیم بکنن. اگر اونها قصد مسالمت جویی داشتن، خب در قالب احزاب اجازه میدادن این گروه‌ها فعالیت کنن، ولی می‌بینید اجازه نمیدن و احزاب مجبور هستند به طریق دیگری در خارج از کشور یا در جای دیگری فعالیت بکنند و غالبا هم فعالیت‌های انقلابی است.
اما حکومت های استبدادی در صدد حذف اونها هم خواهند، چه نیروهای فکری چه نیروهای سیاسی. و ما سرمایه های بزرگی رو از دست دادیم، غافل بودیم از این جریان ها. اوایل کار هم جمهوری اسلامی سعی میکرد اینها رو به تصفیه حساب های درون جناحی و درون گروهی نسبت بده، و ما باید یادمون باشه گروه هایی که ایدئولوژی های خشونت آمیز دارن، سوابقشون نشان دهنده این است که از این ابزارها با توجیهات مختلف بهره میگیرند، فردا از همین ابزارها برای کسب قدرت استفاده میکنند و وقتی قدرت رو کسب کردن برای تثبیتش ازش بهره میبرند. بنابراین مسئله ترور دکتر شاپور بختیار و فریدون فرخزاد و گروه های دیگر رو خواستیم در یک حالت تطبیقی به زمان سال 61 ببریم تا نشان بدیم مسئله ترور و تروریسم در اسلام به عنوان یکی از ابزارها بوده و به هر حال شایعه ترور حسین در مکه و بخشی از این داستان هاست که در اون فضا چنین اعمال و اقداماتی صورت میگیره و این هم داستان عبیدالله. در نوبت آینده به جنبه دیگری از ویژگی های سیاسی حسین اشاره خواهیم کرد، جایی که سعی میکنه در برابر لشکر کوفه یا لشکر عمر سعد صحبت از مشروعیتی خاص بکنه که من نام اون رو مشروعیت انگلی نهادم، یعنی آنچه که اشاره به نسبتش با یک شخصیتی به نام پیامبر اسلام میکنه، با جعفر ابن ابی طالب، با حمزه، با علی، و مسائلی که نشان میده همین نوع فرهنگ سیاسی و ادبیات امروز هم وجود داره، چه در درون کشور و چه در بیرون کشور. مسئله مربوط به ترور رو در اینجا ختم میکنیم. امیدوارم این مسئله در آینده با شرح و بسط بیشتری به سمع و نظر عزیزان برسه. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز که این فرصت رو فراهم کردن بتوانیم بی پرده با پرداختن به اسناد و مدارک جنبه هایی از فرهنگ سیاسی و احکام مربوطه که وضعیت ما رو متاسفانه به این روز رسانده مورد دقت قرار بدیم که در آینده ما دیگه جایی برای این نوع فرهنگ ها و ابزارهای سیاسی که در صدد حذف نیروهای دیگر هست به کار گرفته نشه و در قالب یک جامعه دموکراتیک بتوانیم از تبادل آرا و افکار بهره مند بشیم و برای کسب قدرت از اونها سود ببریم. سپاسگزارم از توجه شما عزیزان. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشم، بدرود، پایدار و موفق باشید.